راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه ای از دکتر ناصر انقطاع. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران، برنامه در کوچه پس کوچه های تاریخ را با همکاری دوست ارجمندم فرزان آغاز میکنم. در این دو هفته گذشته چند برنامه در خور نگرش رو ما گذروندیم و داریم میگذرونیم که از هیچی از اونها سخنی به میان نیامد به علت تراکم روزها و هفته های مهم، یا شاید از بس اونها زیاد بودن اینها براموش شدن. در هر حال، 1. روز مادر، 2. 21 آذر روز نجات آذرآبادگان، و 3. که سه‌شنبه آینده از شب یلداست. البته 21 آذر هم مثل که امروز 17 دسامبره. بعد بر پایه برنامه در این برنامه که امروز داریم، با نگهداشت استخوان‌بندی برنامه‌مون بر روی این سه ستون استوار تکیه می‌کنیم. اگر زمان برسه، اگر نرسه، دنباله اون رو می‌گذاریم برای هفته‌های آینده. همکار من در این دو ساعت از روزش، یعنی در این دو ساعت که از روز شنبه است، 17 دسامبر سال 2016 ترسایی، یک سره در اتاق فرمان سرپرستی دستگاه‌های فنی و تکنولوژی رو به عهده داره و با نگرش به موارد گفته شده ترانه‌ها و آهنگ‌های شایسته را برمی‌گذارد. امیدوارد که مورد پسند شنوندگان قرار بگیرد. این قطعه رو به یاد مادران روانشادی که درگذشتند و خودشان در میان ما نیستند و یادشان تا جاودان بر ما و بر پهنه روزگار ما پرتو افشانی میکنند. پیشش کسانی که مادران خودشون رو از دست دادند میکنند. Thank you.
مادر، مادر بیا و مادر بیا و بی سر و سامانیم ببین، مادر بیا و بی سر و سامانیم ببین، در سرزمین غیر پریشانیم ببین. در زیر آسمان صفا بخش نیلگون، ابر نگاه و دیده بارانیم ببین، ابر نگاه و دیده بارانیم ببین. صحرای سینه ام همه جا حسرت بهار، صحرای سینه ام همه جا حسرت بهار، بر بام چهره برف پریشانی ام ببین، بر بام چهره برف زمستانی ام ببین. چون لاله های سوخته از آتش تموز، داغ هزار درد، داغ هزار درد به پیشانیم ببین، داغ هزار درد به پیشانیم ببین. محراب من، محراب من عبادت خورشید می کند، محراب من عبادت خورشید می کند، فارغ ز نام و ننگ مسلمانیم ببین، فارغ ز نام و ننگ مسلمانیم ببین. چون مور اگر چه دست و گریبان دانه ام، چون مور اگر چه دست و گریبان دانه ام، در منتهای فقر مسلمان سلمانی ام ببین، در منتهای فقر سلیمانی ام ببین، در منتهای فقر سلیمانی ام ببین. گفتی ببخش دشمن خود را، گفتی ببخش دشمن خود را که ابله است، گفتی ببخش دشمن خود را که ابله است، حالا بیا سرشک پشیمانی ام ببین، حالا بیا سرشک پشیمانی ام ببین. در زیر بار زور کمر خم نکردم، در زیر بار زور کمر خم نکردم، صبر و غرور و غیرت ایرانی ام ببین، صبر و غرور و غیرت ایرانی ام ببین. مادر بیا و
مادر بیا و بی سر و سامانیم ببین، در سرزمین غیر پریشانیم ببین. بنشین دمی به ساحل امیدهای خیش، بنشین دمی به ساحل امیدهای خیش، دریای زندگانی طوفانیم ببین، دریای زندگانی طوفانیم ببین. من آن خرابه ام، من آن خرابه ام که پر از یادگاری ام، من آن خرابه ام که پر از یادگاری ام، افتادن و شکستن و ویرانی ام ببین، افتادن و شکستن و ویرانی ام ببین. گرد شکست خورده ام، گرد شکست خورده ام، اما حماسه ساز، گرد شکست خورده ام اما حماسه ساز، مادر بیا و لحظه پایانی ام ببین، مادر بیا و لحظه پایانی ام ببین، مادر بیا و بی سر و سامانی ام ببین، در سرزمین غیر پریشانیم ببین. برای سرنوشت من تو دل
خب ما چیستان رو اعلام میکنیم برای شنوندگان ارجمند، میریم باز به دنباله آیین و مراسم مربوط به مادر، گرامی ترین موجود روی زمین. دقت کنید، چراغ راهنمایی قرمزه، چراغ راهنمایی قرمزه، افسری در میان چهار راه ایستاده و به راهنمایی نظارت میکنه. با این حال راننده از چراغ قرمز رد میشه، کسی مزاحم اون نمیشه. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ من دوباره موضوع رو میگم. چراغ راهنمایی روشنه، قرمزه، افسری در میان چهارراه ایستاده، با این حال راننده از چراغ قرمز، یعنی یک راننده از چراغ قرمز رد میشه، کسی مزاحم اون نمیشه. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ خب میپردازیم به اینکه چرا روز 25 آذر در رژیم پیشین که هنوز هم مورد علاقه مردم این روز هست، روز مادر انتخاب شد. در زمینه گزینش روز 25 آذر به نام روز مادر که یکی از شایسته ترین کارها در رژیم پیشین بود، برگزیدن روز 25 آذر در سال 1339 به نام روز مادر بود، زیرا مردم همیشه عادت کرده بودند و حتی منتظر بودند که روز مادر نیز روز تولد یک بزرگ شهر، یک مشهور و یک سمبول و یک زن نامدار تاریخ ایران باشد. اما نمی دانستن نخست اینکه آن روز روز زایش و روز تولد است که حتما باید وابسته به یک شخصی باشد که همگان او را پذیرفته باشند. مثلا روز چهارم آبان که روز تولد محمد رضا شاه بود، خب روشنه که باید همان روز به نام او برگزیده شه، اما روز مادر روز مادره، روز شخص معینی نیست. یعنی منش و شخصیتی که همتا و همپا ندارد و هیچ کس نمیتواند مادر همه باشد، بجز فقط مادر، اونم لفظ مادر. اونم مادر ایرانی. و مانند همه کارهای دیگر آخوندها و ملاها،
یکی از احمقانه ترین کارهایی که این رژیم کرد این بود که روز تولد فاطمه همسر علی و مادر امام حسن و امام حسین رو به نام روز مادر برگزید. بله، فاطمه زهرا همسر علی یک زن عرب به نام روز مادر ایرانی انتخاب شد. مادری که زبان بچه هاشو نمی فهمه، مادری که عربه، مادری که تیره و نژادش ایرانی نیست، مادری که نمیتونه در تهران در حد مادر من، در حد مادر یک آذری، در حد مادر یک خراسانی، نمیتونه در حد حتی مادر برادرم باشه، مادر یک شیرازی، سپاهانی، خراسانی، کرمانی هرگز و هرگز نمیتونه باشه. پس به کار بردن این لفظ برای زن عرب به مقام و منش یک مادر نادر ایرانی اهانت. البته حتی برای سنیان و مسلمانان غیر شیعه کار نداریم، حتی زندیه و علویه و و و غیره میتونه ناشناخته باشه، زیرا محمد اسلام، محمد پیامبر اسلام 3 دختر دیگه به نام کلثوم و زینب و فاطمه و یا یک دختر دیگه هم داشت که نامش الان در یادم نیست. این 4 دختر رو مادر پیغمبر اسلام داشت. چطور آخونده در مورد نام 3 دختر دیگه محمد خفه شدن؟ فقط کسی که زن علی بوده باید مادر ایرانی باشه. چرا آخوندها در مورد اون 3 دختر دیگر هیچی نمیگن؟ بر این پایه معرفی فاطمه به نام مادر ایرانی میتونه احمقانه ترین کار تراوش مغز فسیل آخوندها باشه. این بود که دولت در آن زمان روز بنیادگذاریه، برمیگردیم به گذشته، این بود که دولت اومد این کار کرد، روز شخص رو برای مادر انتخاب نکرد، یعنی خیلی دقیق و فرهیختگانه انتخاب کرد، گفت مادر قابل قیاس با هیچی نیست، ما هر حتی زن ایرانی رو از قدیم چه زنان اساطیری چه زنان چیزو بگیریم یه عده مخالف داشتن، ولی لفظ مادر مخالف نداره. پس باید بگردیم دنبال یک چیزی که این سمبول و این لغت رو نشون بده. در اون زمان روز بنیادگذاری بنگاه حمایت مادران و نوزادان رو به نام روز مادر برگزید، روزی که یه بیمارستانی که فقط مادر درست میکرد برگزید و این روز رسماً اعلام شد. البته خب بعد شاهزاده رضا پهلوی هم در اونجا به دنیا آمد، ولی به نام روز تولد شاهزاده نبود. روز مادر روز بنیادگذاری بنگاه حمایت مادران و نوزادان. گروهی که مایل بودن در میان ملت ایران همیشه نق بزنن و چیزهایی رو به رژیم پیشین بچسبونن شایع کردن که در روز 25 آذر روز تولد شهبانو فرحه. دسته دیگه گفتن روز تولد ملکه مادر محمد رضا شاهه. شماری بعد در حالی که شهبانو فرح میدونستیم که روز 29 مهر یا 24 اون ماه چشم جهان گشوده و ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه اصلا تولد خودش یه یاد نداشت، شماری هم بی اطلاع از همه اینا گفتن روز 25 آذر روز تولد اشرفه. خنده آوره، روز تولد اشرف، اشرف 2 قلو بود با محمد رضا شاه، بنابراین روز تولد اشرف روز تولد محمد رضا شاه هم بود. 4 مهبا. با این همه هنوز در نزد ایرانیان درون و برون مرز همین روز مادر به نام روز 25 آذر معتبره. چرا؟
چون وابسته به مادر فقط، به هیچ چیز دیگر وابسته نیست و ما هم اون روز رو می ستاییم. آقای فرزان یه ترانه‌ای بذارید که در شأن مادری باشه که پسرش تنها پسنداز این رو بر میداره میره و بعد پسر از بین داشته میرفته، مادر متوجه میشه که پسره داره میمیره افتاده توی چاهی و این مادره نگاه میکنه و دعا میکنه برای پسرش، نه اینکه نفرین کنه. اگه از سفر بیام
مادر را مادرم چی کار کنم. موقعی که ترانه پخش می شد یه نفر زنگ زد، خورده گرفت، اعتراض کرد که ما گروهی اینجا نشسته ایم، همیشه هم گروه میچینن، و دیدیم که ایشون انقطاع به فاطمه زهرا اهانت کرده. ببخشید میتونید به من معنای اهانت رو بگید؟ بنده گفتم که اعلام روز مادر به نام فاطمه زهرا برای ایرانی به مادر ایرانی اهانته. به مادر ایرانی اهانته. چرا؟ برای اینکه من نمیتونم قبول کنم که مادر عزیز من مادرم نیست و یه بانوی عرب بسیار هم مورد احترام مادر منه. نه، مادر من زبان مادری باید به من یاد بده. کجا فاطمه زهرا زبان مادری به من یاد داد؟ مادر من که میگم روز مادر، این مادر ایرانیه. مادر ایرانی مادر آذرآبادگانی هم هست، مادر سپاهانی هم هست، مادر کرمانی هم هست، مادر من مادر برادر من هم هست. آخه این مزخرفایی که آخونده میسازن چرا باور میکنید؟ تا کی شما میخواید تو سری بخونین به نام مزخرفات آخوندی؟ این همه تو این 37 سال تو سرتون زده شده، ریالتون به درجه صفر رسیده، از پهن هم پایین تر رفته، بازم شما میگید آخون، بازم این یابه ها چسبیدین؟ علی پدر ما ایرانی هست؟ نه، علی پدر من نیست. پدر من اسمش مشخصه، پدر بزرگم مشخصه، علی پدر من نیست. یعنی چه من روز پدر رو به نام علی بگیرم؟ ببینید اینا رو چشم گوشت رو باز کنید. فوری هم میشستن به اهانت. یعنی چه اهانت؟ کی اهانت کرده آقا جان؟ بسیار ارزش و مخده برای خودشون، برای خود تیره عرب و دیره خودشون. از دیدگاه دینی میخوای نگاه کنید، برید نگاه کنید، ولی مادر ایرانی نیست. مادر ایرانی ایرانی باید باشه. مادر من مادر منه. پیر زنه، دندون نداره، چشش نمیبینه، قوز داره، همه چی داره، از زیباترین زن جهان برای من زیباتره. چرا؟ چون مادر منه، چون منو به وجود آورده، چون با خدا همکاری کرده، چون بیماری های منو درمان کرده، شبها پای گهواره و رختخواه من نشسته گریه کرده، تب من رو تسکین بده. اینی میگن مادر من. کجا خانم فاطمه زهرا کار رو کرده؟ آقا چرا شما مفهوم لغت نمیدی؟ آخوندیسمو بذارید کنار. ما هر چه بدبختی کشیدیم از همین آخونده. ولمون کنید بابا، ولمون کنید. نشستیم دور هم میبینیم اهانت. خب بس کنید این حرفا رو. مرسی فرزان جان، بریم سر برنامه. این شعر مال یحیی دولت آبادیه، یکی از شاهکارهای شعر فارسی. مادری پیر و پریشان احوال، مادری پیر و پریشان احوال، سن او بود فزون از 50.
زن بی شوهر و از حاصل عمر یک پسر داشت شرور و خودخواه. روز و شب در پی اوباشی خود، بی خبر از شرف و عزت و جاه. دیده بود اون به بر مادر پیر یک گره بسته زر گاه به گاه. شبی آمد که ستاند آن را بکند صرف عملهای تباه. مادر از دادن زر کرد ابا، گفت رو که گناه است، گناه. این ذخیره است مرا ای فرزند، بهر دامادیت انشاءالله. حمله آورد پسر تا گیرد آن گره بسته زر خواه نخواه. مادر از جور پسر شیون کرد بود از چاره چو دستش کوتاه. پسر افشرد گلوی مادر سخت، چندان که رخش گشت سیاه. نیمجان پیکر مادر بگرفت بر سر دوش و بیفتاد به راه. برد در چاه عمیقی افکند که از جنایت نشود کس آگاه. شد سرازیر پس از واقعه او تا نماید به ته چاه نگاه. از ته چاه به گوشش آمد ناله زار و حزینی ناگاه. آخرین جمله مادر این بود: آه فرزند،
نیفتی در چاه. آه فرزم، نیفتی در چاه. یکی خوردم که از آغوش
بحث سیاسی و اقتصادی ایران. غم‌انگیز ریال ایرانی. شنوندگان عزیزم، آیا میدونید که ریال ایران کم ارزشترین پول جهان بود که چند روز پیش هم از جهان رفت؟ ملاها بدون شرم و بدون خجالت اعلان کردند که ریال از صحنه اقتصادی ایران رفت و از این به بعد کوچکترین واحد پول ایران تومانه. تومان. تازه ریال خودش فرانسه بود، از روالیال اومده بود. روالیال یعنی شاهی، تومان مغولیه، مغولی. تومان یعنی 10,000. فرمانده 10,000 نفر رو میگفتن امیر تومان، یعنی فرمانده 10,000 نفر، چون یک تومان 10,000 دینار بود. چون یک ریال 1,000 دینار بود، میگفتن 2,000، 3,000، 4,000، یعنی 2,000 دینار، 3,000 دینار، 4,000 دینار. و 10 تا 2,000، 3,000، 4,000 میشد چی شد؟ میشد 10,000 تومان. تومان پس به معنی دینار. اون خانومی که زنگ زده بود یه خورده گوش بده ببینه این بلایی که سر ما اومده اینه، نه روز مادر که یه اسم عربی رو بیاره بر ما بذارن. چند نفر نشسته بودیم گوش میکردیم اهانت شده، ببینید اینه کجای کار، این کجای تاریخ ایستادین. اول ببینیم کشور ایران چه کشوریه که به این روز افتاده. یک، کشوری است که دومین منبع گاز جهان رو داره. دومین منبع گاز جهان رو داره. دو، کشوری است که سومین منبع پرحجم نفت جهان رو داره. سه، یک ششم از ذخایر سنگ های قیمتی جهان در زیر خاک های ایرانه. چهار، کشوری که از لحاظ دارا بودن ذخایر زیرزمینی و معادن و دارا بودن انواع فلزات کانی در جهان رتبه دوم رو داره از نظر غنی بودن. پنج، کشوری است که ممتازترین و بهترین خاویار جهان رو صادر میکنه. شش، کشوری است که مرغوب ترین پسته جهان رو داره. هفت، کشوری است که یکی از بهترین تولید کنندگان زعفران در جهانه. هشت، کشوری است که یکی از بزرگترین صادرکنندگان آب و برق در خاورمیانه و منطقه است. نه، ایران کشوری است که 15% آثار ارزشمند باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو مال ایرانه. ده، کشوری که تنوع بی‌نظیرش در آب، هوا و مسائل مربوط به آب و هوایی اینیست که شما با یک ساعت پرواز، فقط با یک ساعت پرواز و در درون خاک ایران میتونید از منطقه سرد با 20 درجه زیر صفر
در شرایط اسکی و برد میشه بازی کرد، بروید به منطقه گرم در همان کشور ایران با دمای 35 درجه بالای صفر با شرایط اسکی رو آب. شما یه همچی کشوری رو دارید. 11. ایران کشوری است که با تنوع انواع معادن فلزی به بهشت معدن شناسان جهان مشهور شده است. و مهمتر از این، 12، سالانه 150 تا 180 هزار مغز متفکر تحصیل کرده از ایران میرن بیرون. این منبع رو کوچیک نگیرید، منبع رو کوچیک نگیرید. 180 هزار مغز متفکر تحصیل کرده هر سال از ایران خارج میشن. و 2% این گروهی که میرن خارج بزرگترین نوابغ جهان میشن. بنابراین 180 هزار تا میشه 20 هزار نابغه را ایران میده به دنیا. 12. کشوری که ضعیفترین در ایران رو داره، یعنی اون ریال میخواستم بگم، از این همه امتیازات رو هیچ نمیتونه سود ببره. اون وقت این کشور صاحب کم ارزشترین پول گیتی بود. کشوری که 30% از مردم زیر خط فقر هستند و محروم از امکانات زندگی هستن. این کشور کدوم کشوره؟ مثل که آشناس این کشور آقای فرزان، کشور به نظر ما آشناس. بله. چرا؟ چون آدمایی هستن که اگه شما کس دیگر بگید مادرتونه، بهشون برمیخورید که چرا اهانت کردین. برای همین درسته. نمیدونم شما حس میکنید آخونده چی بر سر شما آوردن؟ نمیدونم ایران رو مقایسه کردید با ایران 40 سال پیش؟ من اصلا ارزش پیشین دفاع نمیکنم. ملت ایران این ارزه رو داشت. حالا تو سرش میزنن یه موجودی، یه گروهی که همه جور امکان دارن، همه جور امکان ازشون بگیرن، تو سرشون بزنن، بگن باید عمل باشی، باید اینی که ما میگیم بگید، باید این مزخرفی که ما میگیم قبول کنید، باید بگید این حرف اهانته، اون حرف اهانته، تا ما به شما یه لقمه نون بدیم. و بعد 30% این جمعیت هم زیر خط فقره. این امکان ملت رو ازشون گرفتن. ملت اون استعداد رو داره، امکان بهشون نمیده آخوند. چون اگه امکان بده دیگه آخوند رو قبول ندارن. یعنی حالا هم قبول ندارن، ولی دیگه اون موقع پس آخوند بر میان. یارو گفت به خمینی، گفت قربان اگه شما میخواید راحت زندگی کنید بذارید از دیپلم به بالا برن، اصلا آزادشون بگذارید برن. ولی که وقتی برن خیالتون راحت میشه. اون وقت وقتی بگن فلان کس با زبان فیلی با فیلا صحبت کرد، فلان کس با زبان سوسمار با سوسمار صحبت کرد، وقت چیکار میکنی؟ وقت قبول میکنی. وگرنه بچه که دیپلم به بالا میخنده به دستن. این سرنوشت ملتیست که این همه امکان داشت و حالا ریالش شده پهن پهن. خب من معمولا شنوندگان ارجمند به علت وقت کمی که دارم این گونه کنسرت ها رو کمتر میرم، البته شاید همشون خوب باشن، اما اون چرا که همیشه هوشنگ متیان میگذاره واقعا با دل و جون میرم. یعنی وقتم رو طوری تنظیم میکنم که برم این زحماتی که این مرد میکشه ببینم. و دیگه وقتی میکنم میبینم انتخاب هنرمندان، انتخاب خوانندگان و سیستم کاری که انجام میشه در برگزاری این چیزها بسیار جالبه. اینست که من فقط در این مورد خودم و دوستانم رو و خانوادم رو میبرم. خانم شهرا سرشار دیگه مستقنی از توصیف. احمد آزاد دوست عزیز خود من
خواننده واقعا خوب، رویا سبا و اسی الوندی و و دیگر همه هنرمندان و به خصوص این هنرمندانی که تازگی از تهران وارد شدن، و همه اینها نشان دهنده علاقه دوست گرامی من متیان به ویژه با اون سرودهای زیبایی که خودش داشته. امیدوارم که شما هم در اونجا بیایم، شاید همدیگرم ببینیم و در شب جالبی هم خواهیم داشت. موفق باشید آقای متیان. شنوندگان عزیزم، به علت تراکم مطلبی که امشب داشتم، این مسئله بابک رو یک کمی امشب کوتاهش خواهیم کرد و بنابراین الان من یه نکته ای، بله آدم اینا رو وقتی میشنوه هرچی بخواد خشمشو کم کنه و نسبت به حوادثی که در ایران رخ میده، نسبت به اهانت‌هایی که اینها به بزرگان ایرانی میکنن، نسبت به اهانت‌هایی که اینا به علاقه و احساس مردم میکنن، نسبت به خودنمایی‌های فسیل شده‌ای که خودشون میکنن، بیشتر عصبانی میشه. بنابراین یه خبری نسبتاً هم کوتاه براتون میخونم، بعد با هم میریم بابک رو گوش میدیم. فعلا به این خبر توجه بفرمایید. خبری که دیروز منتشر شد در تهران اینیست که در حکومت آخوندی حاکم بر ایران این خبر چندان شگفتی آور نیست، اما در جهان انسانیت، در جهان سیاست، در جهان ملتگرایی مصیبت بار بود و اون این بود که در پی عدم، خوب دقت کنید اصل خبر اینه، در پی عدم توافق کمیته نامگذاری شهر تهران برای نامگذاری خیابان و میدان برای فلکه‌ای به نام دکتر محمد مصدق، دبیر کمیته نامگذاری شورای مذکور اعلام کرد که کارشناسان این کمیسیون بعد از تحقیق، اصلا معنای لغت هم بین رفته، بعد از تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدن که دکتر مصدق از ویژگی های مورد نظر برای نامگذاری این خیابان برخوردار نیست، اما مثلا نام فلان فلان علی فلان فلان برای فلان شهیدی که معلوم راست میگه یا نه، مالی فلان آخوند بوده در فلان پس کوچه، شایسته است. به نام این کارشناسان والا مقام، به نام این کمیته آگاه و اندیشمند و به نام این همه آگاهی و بنازم به همه این ذکاوت و دلاوری در تشخیص کمیته نامبرده، آرزو میکنم که خداوند چنین آگاهانی را از ما نگیره. چه تحقیقی، چه ویژگی، چه شرایطی، چه تضمینی؟ شنوندگان ارجمند، برای والایی این ایرانی والا دکتر محمد مصدق که بزرگترین مجله سیاسی جهان او را در میان 100 سیاستمدار خوشنام به نام مجله تایم، نامش رو بیش از هر سیاستمداری در سال 1952
بر روی تلکس خبرگزاری ها و رادیوها و روزنامه ها و تلویزیون های سراسر گیتی رفت، دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران و میهندوست ما را انتخاب کرد به نام مرد سال، مرد سال 1952. مرد سال به اون میگفتن که نامش در اون سال بیش از همه بر روی تلکس ها رفته، بیش از همه بر روی رادیوها رفته، بیش از همه بر روی تلویزیون ها رفته، بیش از همه بر روی روزنامه ها رفته، بر روی مجلات رفته، بر روی سخنرانی ها رفته. این شد مرد سال. اون وقت 4 تا یالغوز بی هویت بی سواد نشستن، بله عدم توافق کمیته برای اینکه این شایستگی نداشته. اصلا مفهوم شایستگی رو شما میفهمی؟ جمال عبدالناصر، همه دنیا میشناسنش، رئیس جمهور مصر، رهبر فقید این کشور که در حقیقت همه ملت‌های عرب او رو رهبر واقعی خودشون میدونن و در مبارزه با استعمار او رو سمبل میدونن، در کتاب خاطرات خودش در فصل سرفصل اون کتاب چنین مینویسه، مینویسه: هنگامی که خواستم کانال سوئز رو ملی اعلام کنم، همگان مرا نصیحت کردند و میخواستند از من که از شروع به این مبارزه صرف نظر کنم و میگفتند مواظب باش، انگلستان یک شیر با یال و کوپال و نیرومند و هیلگر است و باید جانب احتیاط با او را نگه دارم. اما لحظه ای که کانال سوئز را از سیطره بریتانیا بیرون آوردم و آن را ملی کردم، با خود می گفتم من امروز دم شیر را فقط قطع می کنم. تا زمانی که تاریخ پابرجاست، عبرتی برای جهانیان باشد که می شود چنین شیر با یال و کوپاری را دمش را قطع کرد. ولی هنگام بریدن دم شیر دیدم شیر تکان نمی خورد. پی بردم فهمیدم که انگلستان شیری مرده است و پیش از من دلاوری دیگر او رو کشته. بله، دریافتم که پیش از من استادم دکتر محمد مصدق از ایران در هنگام ملی کردن نفت کشورش این شیر بیال و کوپال یا پریال و کوپال رو به بیال و کوپال تبدیل کرده و از پای در آوردن. از اون پس در اتاق کارم عکسی از این بزرگ مرد نصب کردم. بعدها نیز شورای شهر قاهره با نام بزرگترین و زیباترین و گرانترین خیابان قاهره را به نام دکتر محمد مصدق نامید و هنوز هم اون خیابان به نام این مرد ایران دوست هست. کارشناسان بیشعور کمیته نامگذاری شورای شهر آخوندی با این عمل خنده آور و تمسخرآمیز خودش سبب خشم و خفت مردم شدن، هرچند که در حکومت آخوندی یه خیابان پرت و پلا به نام این مرد اهانت به این مرد است و مورد خشم نفرت مردم خواهد بود. با این همه، اینها بی ارزگی، ناآگاهی و بی سوادی خودشون نشون دادن. نام ملت ایران به نام ابرمردش ملت گرامی ایران که مردی به این بزرگی را بدون آن که خیانت بزرگی، بدون آن که کوچکترین خیانتی انجام داده باشه، بدون آن که قطره خونی بر زمین ریخته بشه، این عمل بزرگ را انجام داد، بر تاریخ معاصر ما نقش بسته و بر روی پیطلبی ها نوشته شده: مصدق چراغ روشن جاودانه آزادمردی و میهن پرستی ایرانی. نه نام نوشته شده بر روی تکه حلبی بی مقداری که به دیوار شهرداری تهران نصب میشه. سپاسگزارم.
بابک خرمدین. مردی به استواری کوه سبلان. در گزارش نبردهای پی در پی بابک با سربازان تازی به اونجا رسیدیم که عیسی بن محمد فرمانده کل سپاهیان عرب فرار رو برقرار ترجیح داد و از میدان گریخت و همونطور که ابن واضح یعقوبی در نوشته خودش به نام عباسی یعقوبی می نویسه بهش گفتش که یا عیسی تو کجا داری میری؟ گفت در این جنگ از ما کاری ساخته نیست و بخت با ما یار نیست و من از جنگ با مسلمانانی که ممکن است سرکشی کنند نیز هراسانم. با گریختن عیسی فرزند محمد هرج و مرج در سپاه خلیفه افتاد. شمار فراوانی کشته، گروه فراوانی نیز اسیر بابک شدند و بخش بزرگی از سواران تازی نیز واپس نشستند و گریختند. بابک دستور داد بیدرنگ همه ساز و برگ‌ها و اسبان بر جای مانده را گرد آورند و به انبارهای کوهستانی و استبل‌های موجود ببرند. بدین گونه دومین برخورد و رویداری بزرگ بین نیروهای دولتی و نیروهای بابک در رو در روی با یکدیگر، پیروزی از آن مردان بابک و شکست از آن مردان خلیفه شد. سال 2005 هجری. اتفاقا پیشبینی عیسی فرزند محمد درست بود، زیرا هنگامی که خبر شکست او در ارمنستان و آذر آبادگان پخش شد، سوادت فرزند عبدالحمید الحجاوی که یکی از سرگردگان گماشته از سوی خلیفه در ارمنستان بود سر به شورش برداشت و این رویداد نشان داد که ایرانیان از چیرگی تازیان ناخشنودند، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه مزدکی، که رفته رفته نام خرمدین رو بر خود گذاردن، به ویژان که بابک از این نام بیشتر سود برد، زیرا گفتم آذرآبادگانی ها بر این باور بودند که از نژاد خرم دختر ابو مسلم خراسانی هستند و خودشونو مزدکیان خرمی نام نهادند و بعدن اصولا بابک واژه خرمی رو به جای مزدک برگزید. عیسی که خود را به ارمنستان و بخشی دیگر از منطقه استانداری رسانده بود، برای سوادت پیغام فرستاد که تو دست از سرکشی بردار تا فرمان فرمانداری ارمنستان را از خلیفه برای تو بگیرم، ولی سوادت نپذیرفت و جنگی میان وی و عیسی در گرفت. عیسی پس از 3 روز جنگ بر سوادت پیروز شد و سوادت فرزند عبدالحمید گریخت. بدین گونه عیسی توانست ارمنستان را برای خود نگه دارد، اما در آذرآبادگان وضع به گونه دیگر بود، زیرا با شکستی که بابک به ماشین جنگی خلیفه داده بود بر توان و نیرو و ناموری و شماره طرفدارانش افسوده شد و مردم میهن دوست ایرانی، چه خرمدین چه غیر خرمدین، گروه گروه به او میپیوستند و یکی دو شهر دیگر نیز زیر چیرگی خرمدینان در آمد. بینندگان عزیز، شما کتاب در دستتون نیست، من در اینجا نقشه پیروزی های بابک خرمدین رو کشیدم و به خوبی شما در اونجا میبینید که چه جور این
نوجوان، واقعا نوجوان بود، 21-22 ساله، گام به گام در راه قهرمانی بزرگ ایران داره پیش میره، ذره ترس در وجودش نیست، ذره تزلزل در ارادش پدید نیومده و کار خودشو مو به مو داره درست انجام میده. پس تنها بخش کوچکی از آذربایجان زیر چیرگی خلیفه باقی مونده، بلکه مردم عادی این سرزمین نیز هیجان زده و آماده سرکشی بودن. خبر شکست عیسی، توانمندترین مرد عرب، باعث نیرومندتر شدن بابک شد و درگیری با سوادت یکی پس از دیگری به مأمون خبرش میرسید و او را خشمگین و ناخشنودتر از همیشه میکرد، تا جایی که دستور داد زریق فرزند علی فرزند صدقه را به جای عیسی به استانداری آذرآبادگان بفرستند، سال 206 هجری. زریق راهی این استان شد، ولی در جایی که عیسی با آن همه آزمودگی و پیشبینی های شایسته و آماده سازی سپاه نتوانسته بود بابک را به زانو درآورد، روشن بود که از زریق کاری بر نمی آید. او در آغاز اکثر از روبرو شدن بابک بیم داشت اصلا و بسیار محتاطانه و دوراندیشانه عمل می کرد. به همین انگیزه زمانی دراز جز چند برخورد کوچک و بی اهمیت میان گشتی های بابک و پیشاهنگان سپاه او، جنگی بزرگ میان بابک و زریق که نام آستین او عیسی نیز بود رخ داد. تاریخ نویسا سه صفت رو برای بابک برگزیدن: زیرکی، دلاوری، شکیبایی. یعنی دقیقا اون چیزی که فرمانده باید بدانه. اندک اندک بابک نامی هراس‌انگیز در دستگاه خلافت عباسی شد و همه سرداران تازی از روبرو شدن با وی می‌ترسیدند. از سوی دیگر فشار مأمون بر سردارانش روز به روز افزوده می‌شد و که کار این بابک را چرا یکسره نمی‌کند. این فشار سرانجام زریق را وادار کرد که برای آرام کردن مأمون به جنگ رویاروی با بابک بپردازد و در سال 2008 این جنگ را پایه‌ریزی کرد. به گفته تاریخ نویسا در این هنگام شمار نیروهای بابک از مرز 200,000 تن پیاده و سوار و حدود همین مقدار از گروه تدارک و عرابه و تیمارگر میگذشت و این اداره اینها کار آسانی نبود. اما به هر روی تازیان ناگزیر بودند که در برابر این نیروی عظیم بایستند، زیرا اگر چنین نمی کردند چه بسا بابک با شتاب بیشتری پیشرفت می کرد و آذرآبادگان و سپس پیرامون آن را به خود می پیوست. به هر روی زریق از یک سو از توان جنگی بابک در هراس بود و از سوی دیگر زیر فشار خلیفه برای جنگ با بابک قرار داشت. یکی از فرماندهان برجسته سپاهیان تازی به نام احمد فرزند جنید اسکافی را با سپاه گران مأمور در هم کوفتن پایگاه بابک و تصرف سرزمین‌های زیر چیرگی او کرد. احمد فرزند جنید سرمست از باده غرور و خودپسندی دل استوار داشت که پیروز می شود و بیدرنگ سپاه را آرایش داد. یعنی دیدیم که شما اون وسط این عیسی فرزند جنید هیچ کاری از پیش نبرد، فقط دورا دور چیز می کرد تا سال 2008 که می خواست جنگی شروع کنه خلیفه حوصله‌اش سر رفت، به جایش او احمد فرزند جنید رو فرستاد. بابک
دیگر پشوانه‌ای در خورش از مردان جنگی و پشتیبانی های فراوان مالی که از سوی توانگران آذرآبادگانی و دیگر خرمیان و سپاهیان همدان داشت، خیالش راهیده بود، راحت بود. و با شنیدن خبر حرکت نیروهای تازی به سرپرستی احمد فرزند جنید، آماده درگیری او شد تا ضربه قاطع را به او بزنند. نیروهای خلیفه به بلندی‌های پیرامون سرزمین‌های چیرگی تازیان رسیدند. نیروهای خلیفه به بلندی‌های سرزمین‌های بابک رسیدند و بابک نیز به بلندی‌های سرزمین‌های زیر چیرگی تازیان رسید. ولی این بار دلاوری بابک روش جنگی خود را باعث شد دگرگون کند. یعنی منتظر نشد تا تازیان به بلندی‌ها برسند و آنگاه به اینها بپردازد. شاید با خود اندیشیده بود که پای دشمن برای چند بار در درون یک تله گیر نمی کند. اینجاست که من گفتم دلاوری و شکیبایی و زیرکی داره بابک. این بود که دستور داد تا مردان جنگش ناگهان و به گونه برق‌آسا با همه توان خود از کوه‌ها سرازیر شوند و در دشتی پهناور جنگ را به دشمن تحمیل کنند و نبردی گسترده و پرتلفات در گرفت که تا شامگاه دنبال شد. تا اینجای کار رو داشته باشید، چون هم توی گفتم اندکی این بار من کوتاه‌تر میگم، برای که مطلع ما خیلی فشرده بود و دنباله کار رو میگذاریم به هفته آینده.
شاهکارهای شعر فارسی. غزلی رو که امروز برگزیدم از حافظ، پیشوا و قله شعر فارسی ایرانه. ای بی خبر، ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ در مکتب حقایق، در مکتب حقایق، پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. شنوندگان عزیز اگه دقت کنند، حافظ در این شعر دقیقاً داره راهکار پیشرفت در کیش مهر رو یاد دوستدارانش میده. میگه ای خیبی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی تا راه رو نباشی. راه رو از اصطلاحات شاگردان کیش مهر بوده. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، عشق همون میتراز مهر، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. پدر کلاس یا رده هفتم از پیشرفت کیش مهر بوده، یعنی به کلاس، به پله پدر که میرسیدن تموم. دست از پی وجود، دست از پیز مثل وجود، چو مردان ره بشو تا کیمیای عشق بیابی و زر شدی. تا کیمیای عشق بیابی و زر شدی. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شدی. گر نور عشق حق، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. Thank you.
یک دم غریق بحر خدا شو، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی، که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت، از پای تا سرت همه نور خدا شود، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شبی. بنیاد هستی تو زیر و زبر شود، بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، آگاه شدم قفلت خود را دیدم، بیدار شدم خواب دیدم خود را. آواز خانه خستم که از همه گسستم، تنین بغض گریم ره به سینه بر چه دست می‌زند برای خواب چشم.
پیش از این که بدرود بگم به شما، پاسخ چیستان رو میدم. چیست؟ این چیستان که چراغ راهنمایی قرمز است، افسری در میان چهار راه ایستاده، با این حال راننده از چراغ قرمز رد میشه و کسی مزاحم او نمیشه. چنین چیزی ممکن هست یا نه؟ پاسخی که در اون آرشیو چیستان ها من دیدم نوشته راننده پیاده رد می شده و افسر راهنمایی رو می شناخته، ولی جز یک نفر از شنوندگان که این پاسخ رو داد، بقیه گفتن که یا راننده آمبولانس بوده با آژیر می اومده و یا راننده آتش نشانی، و به نظر من این هم درسته. بنابراین به اونایی که بهشون گفتیم نه، برای اینکه ما اون پاسخ آرشیو رو نگاه میکردیم، ولی این هم درسته، راننده آمبولانس بوده یا راننده فلان، چراغ قرمز براش مسئله‌ای نبوده، با آژیر البته. شنوندگان ارجمند، زمان ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس فراوان از شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید، از دوست بسیار ارجمندم آقای فرزان که دقیقاً و با دقت فراوان این مطالب رو انتخاب می‌کردن و پیش می‌بردن، و همچنین از دیگر شنوندگانی که روی خط آمدند، حتی اونهایی که خورده گرفتن که آقا چرا روز مادر رو ایراد گرفتید، پاسخشون هم دادیم، برای اینکه بحث باید بحث کرد و هیچ مسئله ای هم نیست. بدرود تا درودی دیگر. ای ملت ایران کهن، ای ملت ایران کهن، شور و شرت کو.
از خانه برون آیو، از دام برون آیو، بپر بال و پرت کو. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661 254 87 57.